به نام خدا، سلام. خب در این قسمت از آموزش قصد دارم که درباره کامپوننت صدا یه سری توضیحات رو براتون بدم. خب کامپوننت صدا برای پخش موزیک یا هر صدایی که ما در طول بازی داریم به کار میره، هر صدایی که شما دوست دارید. یه گیم آبجکت رو انتخاب کنیم، مثلا من این کاراکتر رو انتخاب میکنم که بهش کامپوننت صدا رو بدم. اد کامپوننت میزنم و در بخش صدا، گروه بندی صدا، من میام با کامپوننت اودیو سورس که این کارو برای من انجام میده رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید اضافه شد همراه با تنظیمات و ویژگی های خاص خودش که من میام اونا رو براتون توضیح میدم. اولین قسمتی که برای جلب توجه میکنه و قرار داره اودیو کلیپه. ما میایم به اودیو کلیپ اون صدایی که داریم و میخوایم پخش بشه رو نسبت میدیم، حالا چه به صورت دستی همین الان، چه با کد در میان پروژه و اجرای بازی که حالا بعدا با کد هم این کارا رو انجام میدیم و باهاش کار داریم. من بیام اون چیزایی که لازمه رو براتون توضیح بدم و زیاد سر شما رو هم گیج نکنم. مثلا این میوزیک گیم صدای منه، اونو به اودیو کلیپ نسبت میدم. الان این اودیو سورس میتونه این صدای منو پخش کنه که من بهش نسبتش دادم. یه بخش دیگه داره به اسم آوتپوت که مربوط به اودیو میکسر خودش چند جلسه رو میطلبه بی خیالش. یه بخش دیگه داره به اسم مات یا میوت هم بهش میگن. اگر این فعال باشه دیگه این اودیو سورس هیچ صدای پخش نمیکنه، همون مات خودمون. اگر غیر فعال باشه خب صدا به صورت معمولی پخش میشن، بایپاس، بای افکت و اینا رو بی خیالش. گزینه دیگه ای داره به اسم پلی آن اویک. اگر این گزینه پلی آن اویک فعال باشه، این اودیو سورس در ابتدای شروع بازی میاد و دیگه صدا رو پخش میکنه. غیر فعال باشه پخش نمیکنه. من غیر فعالش میکنم و بازی رو پلی میکنم. همونطور که میبینید هیچ چیزی رو پخش نمیکنه، ولی فعالش میکنم و بازی رو پلی میکنم. نگاه کنید پخش شد، این رو بزنم مات شد، برش دارم. خب حالا یه گزینه دیگه داره به اسم لوپ. این لوپ به چه کار میاد؟ اگر شما صدایی دارید مثل بک‌گراند بازی که میخواهید بعد از اینکه تمام شد دوباره از اول اجراشه، لوپ باید فعال باشه. ولی خب صدایی مثل شلیک، صدایی مثل مثلا صدای مردن، صدای پرش نیاز نداره لوپ باشه، وقتی که لوپ رو باید بردارید. گزینه دیگه ای که به کارتون میاد گزینه ولومه. این گزینه بین 0 تا 1 مقدار میگیره و شما میتونید شدت صدا و بلندی صدایی که قرار پخش بشه رو تنظیم کنید. خب گزینه دیگه ای داره به اسم پیچ که معمولا برای صدای ماشین و موتور اینجور چیزا استفاده میشه. من توی آموزش ترافیک ریدر اونو بهتون توضیح دادم که چطور ازش استفاده کنید، که هر چقدر که بیشتر باشه یا از حدی کمتر بشه، مثلا دیگه اون روال پخش صدا رو کنتر یا تندتر میکنه. این استریو پن اگر مثلا به سمت رایت ببریدش فقط گوشی سمت راست یا بلندگوی سمت راست صدا رو پخش میکنه، به سمت چپ ببریدش فقط بلندگوی سمت چپ وسط باشه، هر دوتا پخش میکنن، و هر چقدر که به سمت چپ و راست ببرید به همون نسبت بلندگوی چپ و راست ضعیفتر یا قویتر میشن. به همین صورت که معمولا روی صفر قرار داره و نیازی نیست که روی اصلا دستکاریش کنید. یه قسمت دیگه داره اسپیشیال بلند. خب این اسپیشیال بلند چی کار میکنه؟ نگاه کنید، صداها در بازی سازی دو نوعن، صداهای دو بودی و صداهای سه بودی. خب شاید ما تعجب کرده باشید ولی ما اینجور چیزی هم داریم. البته صداها به خودی خود هیچ تغییری نمیکنن، فقط ما تنظیمات رو تغییر میدیم که اونا چطور به نظر برسن. صداهای دو بودی چی هن؟ صداهایی مثل بک‌گراند که مثلا در هر کجای بازی باشی، مثلا شما از اول بازی تا آخر بازی داری بازی میکنی، یه صدای اکشنی موزیک داره پخش میشه، اون صدا رو بهش میگن دو بودی که کم و زیاد نمیشه، با یک روال خاصی هر کجایی که باشی اون صدا به گوش شما میرسه. مثلا اگر این کامپوننت اینجا باشه و پلیر 1000 کیلومتر دورتر باشه بازم این موزیک به گوش پلیر با یک صدا میرسه و فاصله هیچ تأثیری در اون نداره. صدای سه بودی چه صدایی هستن؟ درست شنید، همونطور که متوجه شدید و فکر کنم خودتون فهمیدید، صداهایی که مثلا فاصله ما در شنیدن اونها تأثیر داره، یعنی هر چقدر که از اونها دورتر بشیم کمتر به گوش ما میرسن، هر چقدر که به اونها نزدیکتر بشیم مثلا بیشتر به گوش ما میرسن. بر فرض مثال شما صدای یه پرنده رو که در دور شما صداش رو نمیشنوید، ولی هر چقدر که بهش بیشتر نزدیک بشید صداش بلندتر و بلندتر میشه. یه همچین چیزی، مثلا یک ماشین وایساده دیگه داره موتورش گرم میشه و دیگه روشنه، شما در دور صداش رو خوب نمیشنوید ولی وقتی که گوشتون رو به موتورش بچسبونید دیگه کار میشید. خب حالا اینم بی خیالش،
اینم که تنظیمات صداهای سه بعدی، یعنی اگه صدای شما روی دو بعدی قرار داره اینو کلا بیخیالش، ولی اگه روی سه بعدی قرارش دادید اینا رو تنظیم کنید. چیزایی که در اینجا لازمه، یکیش این ولوم رول اپ که بلدش باشی چی به چیه. در حالت عادی روی لوگاریتمیک رول اپ قرار داره. اگر این نمودار رو مشاهده کنید، خب خودتون رو مثلا در این قسمت تصور کنید، یعنی شما از راست به چپ دارید به صدا نزدیک میشین، اصلا صدا در چپ قرار داره، درسته؟ میبینید که این نمودار قرمز روند افزایش صدا رو نشون میده، هر چقدر که سریعتر، هر چقدر که نزدیکتر میشید میبینید که اینطوری صدا آروم آروم دیگه میاد و بالا میره، و در اینجا به این صورت میبینید که یهو بالا رفته. این لوگاریتمیک رول آفه. خب البته شما میتونید یه تغییراتی رو توش اعمال کنید. و بعدش قسمت های دیگه هم داره، مثلا لاینر رول آف. لاینر رول آف به صورت منظمه، یعنی به صورت منظم هر چقدر که نزدیکتر بشید بالاتر و پایین تر میره. کاستوم رول آف خودتون میتونید تنظیمش کنید که مثلا چطوری بالا و پایین برسه، دواز چطوری به نظر برسه. خب اینطوری دیگه، حالا یک کلیک کنید کافیه، من هی دوتا کلیک میکردم حواسم نبود. خب حالا دو تا گزینه داره، بذارمش روی لاین رول آف. من معمولا این کارو میکنم، مین دیستنس، مکس دیستنس. مین دیستنس، خب مین یعنی حداقل، دیستنس هم فاصله است، حداقل فاصله ای که میتونید این صدا رو بشنوید. مثلا شما میگید از 100 متریش حداقلش باشه که من بتونم این صدا رو بشنوم، حد اکثر هم مثلا از 1000 متریش، این همچین چیزی، ولی معمولا باید روی یک باشه. من اومدم فقط تغییرش بدم که بدونید این همچین چیزی هست. مثلا این صدا از 1000 متری مثلا شنیده میشه و مثلا الان از 500 متری به همین صورت، مثلا به صورت معمولا روی 1 تا 500 قرار داره صدای سه بعدی، مثلا از 500 متری اونورتر بری دیگه این صدا رو نمیشنوید. خب امیدوارم از این جلسه هم خوشتون اومده باشه، صدایی که دوست دارید رو بهش بدید و تا پخشش کنه. خب الان شما به صورت معمولی یاد گرفتید که یک صدا رو به صورت بک‌گراند قرار بدید که به محض شروع پخش بشه و همچنین لوپ داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اتمام دوباره بیاد و از اول پخش بشه، که در آینده پخش صدا رو به وسیله کتم یاد خواهید گرفت. موفق باشید.